کلثوم عبدالله مسلمانی مؤمن و وزن برداری پرشور است. با این حال تا همین اواخر به خاطر پوشش اسلامیش نمی توانست در مسابقات وزن برداری آمریکا شرکت کند. بنابر مقررات فدراسیون بین المللی وزن برداری، ورزشکاران باید لباسی یکسره، چسبان، بدون آستین و بدون پاچه شلوار بر تن کنند. از نظر عاطفی آزارم میداد، چون در وزن برداری آدم از تمام وجودش مایه میذاره. باید اراده قوی و اعتماد به نفس داشته باشی. اگه نتونی رقابت کنی، دیگه انگیزه برای تمرین نداری. با وجود این، من تا جایی که میتونستم تلاش میکردم. با اینکه کلثوم برای حضور در مسابقات اوپن آمریکا رکورد لازم کسب کرد، اما به خاطر مقررات پوشش ورزشی اجازه شرکت در مسابقات را نیافت. پس تصمیم گرفت که دست به کار شود. اول با سازمان وزنه برداری آمریکا تماس گرفت. براشون نامه نوشتم و وضعم رو تشریح کردم. از علاقه شدیدم به این ورزش گفتم و گفتم که میخوام با همفکری اونها ببینم که بدون اینکه امتیاز خاصی در مورد نوع پوششم گرفته باشم، چطور میتونم با لباس پوشیده شرکت کنم. جواب دادن که چون سازمان باید از مقررات فدراسیون بین المللی وزن برداری پیروی کنه، مجبورن با درخواستم مخالفت کنند. اما کلثوم دست بر نداشت. قدم بعدی تماس با شورای روابط آمریکایی اسلامی بود. ابراهیم هاپر، سخنگوی شورا، هم قصد کمک داشت. پس ماجرا را رسانه‌ای کرد. از اینجا بود که حرکت آغاز شد. ما کمیته المپیک آمریکا تماس گرفتیم و از اونها خواستیم در جلسه‌ای که اخیراً در مالزی با فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری داشتن از کلثوم حمایت کنند. همین که خبر به رسانه‌ها رسید، تلفن‌ها و ایمیل‌های خبرنگاران به اونها برای تماس با من شروع شد. برام خیلی عجیب بود. حسابی غافلگیر شده بودم. خبر در همه جا، در اینترنت، در خبرگزاری‌ها، همه جا پیچیده بود. کلثوم پیشنهادی برای پوشش اسلامی ارائه داد. آن را با دستورات مذهبی درآمیخت و پوشش‌ها را هم با موازین فدراسیون هماهنگ کرد. دو روز بعد فدراسیون جهانی وزنه برداری بیانیه‌ای منتشر کرد. جان داف، مدیر عامل کمیته ملی وزنه برداری آمریکا. بر اساس قانون جدید فدراسیون جهانی وزنه برداری، ورزشکارا میتونن لباس یکسره پوشیده داشته باشن که تا سر زانوها و آرنجشون رو بپوشونن. در گذشته به خاطر ماهیت تکنیکی بالا بردن وزنه، اینو پوشش مجاز نبود. ابراهیم هاپر هر روز با مواردی نظیر ماجرای کلثوم سر و کار دارد. به نظر او دامنه این تصمیم فراتر از صرف هم وزن برداری است. ما همیشه میشنویم که باید زنهای مسلمان رو توانمند کرد. قبول. اما چه چیزی بهتر از وزن برداری برای توانمند کردن یک زن مسلمان میشه تصور کرد؟ فکر میکنم این نمونه نمادین بود که برای زنان مسلمان و برای همه زنان در سراسر جهان این پیام رو داشت که زنان میتونن در همه رشته‌ها، در همه ورزش‌ها شرکت کنن و اصول اسلامی خودشون رو هم حفظ کنن. سرانجام در 24 تیر در مسابقات وزن برداری آمریکا، رویای کلثوم 35 ساله به واقعیت پیوست. به رغم آنکه در میان 6 حریف هم وزن خود نفر پنجم شد، اما خوشحال بود که برای اولین بار در این رقابت‌ها حضور داشت. میتونست وزن‌های سنگین‌تر بزنم، اما فکر کردیم که ممکنه موفق نشم. وقتی اولین وزنه رو برداشتم و موفق شدم، گفتم خب خوبه. سخت‌ترینش همون اولی بود. وقتی تموم شد احساس راحتی کردم. الان خوشحالم که اون تجربه رو داشتم. سوزان سانچز که در همین وزن نفر دوم شد، از قانون جدید طرفداری می‌کند. این قانون باعث میشه مسابقات در سطح بین‌المللی گسترده‌تر و جدی‌تر بشه. فکر می‌کنم الان فقط 80 کشور دنیا تیم وزنه‌برداری زنان دارن که بین اونا فقط یک کشور یعنی مصر تیم وزنه‌برداری زنان مسلمون داره. شاید کلثوم هرگز موفق به کسب مدال طلای المپیک نشود، اما از نظر این زن آمریکایی پاکستانی تبار که فقط برای حضور در مسابقات تلاش می‌کرد، همین اندازه کافی است. شادی و هیجان حضور در رقابت‌های ورزش مورد علاقه‌اش.